افزایش نگرانی ها از تأخیر برگزاری انتخابات پارلمانی در نتیجه اعتراضات نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان. تاکنون نامزدان حذف شده از فهرست نهایی انتخابات مجلس نمایندگان دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در ولایت های کابل، پروان، پکتیا، تخار و بدخشان بستند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کار نامزدان حذف شده روند کاری آنان را مختل کرده است و در صورت ادامه این وضعیت از تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی هشدار می‌دهد. در برنامه کنونی پارلمان 97 روی همین موضوع بحث می‌کنیم. بیننده های عزیز سلام، به پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر بانو صغرا سعادت سخنگوی نهاد تیفا و دکتر داود راوش استاد دانشگاه. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. بانو سعادت، بحث با شما آغاز می‌کنیم. در جریان هستند که اعتراض کننده ها روز به روز و پی در پی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات بسته میکنند و روند کاری کمیسیون به تأخیر مواجه کردند. این امر چقدر میتونه برگزاری انتخابات پیش رو با چالش روبرو بسازد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و مهمان عزیز و بیننده های محترمتان. قسمی که شما هم ذکر کردین، متاسفانه در دو یا سه روز گذشته دروازه های کمیسیون، مخصوصا در دروازه دفتر مرکزی در کابل و همچنین در بعض از ولایات مثل تخار، بدخشان، پکتیا، امروز پروان و بعض از ولایات های دیگه بسته شده و امکان داره که در روزهای آینده اگر ای پیشگیری نشود و برزی تدابیر سنجیده نشود، دفاتر در بعضی از ولایات دیگه هم بسته شود که متاسفانه ای بسته بودن دروازه های کمیسیون تاثیر مستقیم بر تاخیر در فعالیت های انتخاباتی خواهد داشت. به اندازه کافی کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخاباتی را نقض کرده و نتانسته که تمام فعالیت های انتخاباتی را به اساس تقویم انتخاباتی که در او درج شده بود و تاریخ و زمانش به اساس او تقویم بتانه فعالیت های خود سازماندهی کنه و به اندازه کافی ما از تقویم پس هستیم. خب حداقل دیدگاه رسمی نهاد شما در مورد بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات چی است؟ ببینین، اعتراض کننده هایی که میایند دروازه کمیسیون را بسته میکنن، درست از حق اعتراض هر شهروند برش داده میشه و داره، اما ای که خوب است که از راه های قانونی اما فکر نمیکنین در قسمت اعتراضات هم اعتراض کننده ها آدرس غلط کردن؟ مطمئنن. ببینین، شما وقتی میایند دروازه کمیسیون بسته میشه، دروازه یک نهادی که در قانون اساسی افغانستان مشروعیت داره و تعدادی از کسایی که ناراضی هستن میان یک پروسه ملی را به چالش میکشانن، این واقعا خودش جفا به حق تمام ملت افغانستان، مخصوصا به حق کسایی است که 2000 نفری که در پارلمان افغانستان کاندید هستند. ولی بس اینجا هست که چرا هیچ نهادی صدای خود نمیکشه؟ حکومت افغانستان اینجا سکوت اختیار کرده. کمیسیون مستقل انتخابات خیلی خوش است که دروازه ها بسته است و اونها کار نمیکنن. کمیسیون شکایاتی که باید جواب بده برای مردم و برای کسایی که معترض هستند باید پاسخ بگوید، اونا سکوت اختیار کردن. نهادهای بین المللی هم همین قسم. تشکر آقای راوش. اون چیزی که بانو سادات هم به او اشاره کردن، حداقل حکومت افغانستان باید تلاش میکرد به خاطر از اینکه قناعت اعتراض کننده ها فراهم میشد تا کار کمیسیون جریان پیدا میکرد. چرا فکر میکنین نهادها و حکومت عملا خاموش است به خاطر حل این موضوع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ایزان، سلام به شما. خدمت شما از شبه که اول خو جرایم مشهود است که مردم افغانستان در برخی موارد یک تعداد افراد میشناسند و تعداد از اینا حرکات مال و ملحال ضد حقوقی داشتن که حرکت ضد حقوقی موجود هم در حقیقت پامال کردن حق اونو شهروندان است که کاندید هستن، زحمت کشیدن و زحمت میکشن و کار میکنن و تأخیر در این پروسه سبب ناراحتی از اونها هم میشه. اینکه دولت چرا عاجل اقدام نمیکنه و کمیسیون شکایات یا کمیسیون مستقل انتخابات، من فکر میکنم نسبت به هر کار دیگه دولت، خب جنگ غزنی یک جنگ بسیار خانمانسوز و دردناک بود که ما را همه ما را تکان داد و ما از این طریق به مردم شریف غزنی تسلیت عرض میکنم، به خانواده شهدا و
زخمیشون شفای عاجل. ولی با در نظر داشت از او دولت هم میتونست که جلسه اضطراری کابینه را دایر کنند، جلسه اضطراری شورای امنیت را دایر کنند و تدابیر لازم پیشگیرانه در زمینه بگیرند. خب نمیشه که ده نفر چندین روز ده نفر حق 2000 نفر دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات یکی پی دیگه در ولایت ها هم بسته میشه. خب این از ضعف هم است، برای اینکه کسی حق تظاهرات داره، حق راپیمایی را داره، حق تحصن داره، ولی حق مسدود کردن یک دفتر یا حق ازیر که یک کسی کار نکنه و از خب دقل انسان دیگه. آقای روش، اگر دروازه های دفاتر هم بسته میکنن، از مرجعی که اینا فکر میکنن و استدلال میکنن که بی‌عدالتی در موردشان صورت گرفته، چرا به مو دفتر مراجعه نمیکنن که آمدن؟ بس همی است، اتفاقا بس همی است که اول خود دولت باید مداخله کنه عاجل و هر چی زودتر، برای اینکه امکان نداره این خوی یک بیبندوباری محض از دیگه سرزمین سبا دروازی جره بسته کنیم، رو دروازی جره بسته کنیم. و گپ هم معلوم است، یک تعداد افراد است که جرم مشهود دارن و از طرف یعنی دیگه امی افراد را که شما اشاره میکنین خاموشی و حکومت نشان نمیده که حکومت در برابر افراد ناتوان است. خب نه، حکومت فکر میکنه که من برداشتم این البته من در داخل حکومت هم نیستم و در داخل کمیسیون هم نمیفهمم چی میگذره، ولی خب گمانه‌زنی های ما این است که ممکن است حکومت فکر کنه که یک روز دو روز پنج روز که اینا کار به تاخیر مندازن، ما به سرعت میتونیم باز کارا رو انجام بدیم یا جبران کنیم، یا اینکه وقت داریم تقویم ما شاید به نظرشان، من نمیفهم، ولی این سوالات است که باید بیشترین و پیش از این اگر شما در جریان باشین، شما را از جریان های سیاسی آمدن و انتقاد کردن که ارادی برگزاری انتخابات در حکومت وجود نداره. حال چقدر واقعا این نگرانی را افزایش میده که حکومت در صورتی که اراده نداشته باشه اهداف خود توسط اعتراض ها پیاده بکنه؟ من فکر می کنم جریان های سیاسی، اول جریان های سیاسی تعریف شده که ما تعریف داریم، جریان سیاسی نبودن، اونا جریانات هستن که در جریان جنگ افغانستان زینفع بودن، نفع بردن، صاحب زر و زور و ثروت و مال و مکنت شدن و خب حداقل هدف از این شدن. نگرانی بود، همین نگرانی برای شما هم قابل بحث است؟ این نگرانی برای ما با او حد اهداف خود توسط اعتراضات پیاده بکنه و انتخابات به تاخیر بیاندازه؟ من فکر میکنم برعکس، انتخابات به تاخیر انداختن به نفع دولت چندان نخواهد بود، به دلیل از اینکه اول مصارف اضافی ایجاب میکنه، دوم دیگه زمستان پیش روی است و ما در ماهای سرد زمستان نمیتونیم اون رقمی که لازم است انتخابات برگزار کنیم، و اگه این انتقال کنم به سال آیندهش این خوب بیخی فاجعه است برای افغانستان، برای اینکه ما تقریبا خب در صورتی که این اعتراضات به همین شکل که میبینیم که ادامه پیدا بکنه و حکومت هم خاموش باشه، یقینا که انتخابات به تاخیر می انجام. خب این آرزوی ما است که به این شکل ادامه پیدا نکنه و فردا جمعه روز آخرش باشه و روز شنبه عملا به کار آغاز کنه. بانو سعادت، با تجربه‌ای که شما از کار انتخابات دارین، فکر میکنین چند روز دیگر اگر کوتاهی صورت بگیره و اعتراضات ادامه پیدا کنه انتخابات به تاخیر میره؟ من پیشتر هم گفتم که به اندازه کافی ما وقت از دست دادیم و از امروز تا روز انتخابات چیزی در حدود 60 روز یا 58 روز بیشتر نداریم و این زمان بسیار کم برای فعالیت های باقی مانده هست و شما هم شاید از این بودین که تعدادی از کمیشنرها در کمیسیون های انتخاباتی گفتن که اگر دروازه ها بسته باشه و ما نتونیم به کارهای خود رسیدگی کنیم، امکان داره که انتخابات به تعویق برگزار شود، که من فکر میکنم این یک دلیل خوب برای کسایی که میخواستن انتخابات به تعویق بیفته و یا اصلا برگزار نشوه میتونه باشه. خب حداقل در حال حاضر در صورتی که انتخابات به تاخیر بیانجامه، فکر میکنین مسئولیتش به کی برمیگرده؟ به کمیسیون انتخابات و یا که کمیسیون انتخابات بار ملامت به اعتراض کننده ها خواهد پرداخت؟ خیلی خوب نیست که همیشه دنبال از این باشیم که ما بار ملامت به دوش کی بندازیم. در قدم اول حکومت افغانستان باید برای تمام از اینا پاسخگو باشه. چرا؟ به خاطر که حکومت افغانستان به عنوان اولین مرجع تمام مسئولیت ای را داره که تامین امنیت کنه برای کمیسیون‌های انتخاباتی، از لحاظ تامین امنیت، از لحاظ مسئولیت برای اونا فضا را آماده کنه که اونا کار کنن، و وقتی که یک تعدادی میان پیش دروازه های کمیسیون تحصن میکنن و اجازه نمیتن کمیشنرها را و کارمندها را و حکومت میبینین که هیچ صدایی ازش بیرون نمیشه. خب حداقل در جریان چند روز ما گفتگوهایی که با شما از اعتراض کننده ها داشتیم، اونا میگن که حداقل
دلایل حذفشان از طرف کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برشان گفته شود. فکر می‌کنید چرا مسئولین شکایت‌های انتخاباتی حاضر نمیشه که دلایل از طریق رسانه‌ها و از طریق رودرو با اینا در میان بگذارند؟ گرچه ما صحبت‌هایی که با مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتیم، اونا به این تاکید میکنن که این فیصله شده و هیچ قابل برگشت نیست و تمام اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی را تصویب کردن. خب اما قسمت بحث این هست که در قسمت همین فهرستان به یک نحو برخورد دوگانه کردن. وقتی 25 نفر اعلان کردن، برای اونا فرصت دادن تا بیان دفاع بکنن، اما زمانی که 35 نفر اعلان کردن هیچ گونه فرصت به افراد دیگر داده نشد. ما هم پیشنهادمان حداقل در 2 یا 3 روز گذشته همی بوده که کمیسیون شکایت انتخاباتی همراه کمیسیون مستقل انتخابات، نماینده حکومت، رسانه‌های همگانی و نهادهای جامعه مدنی بشینن با معترضین بیان خیلی واضح این مشکل حل کنن، اما شما می‌بینین کمیسیون شکایت انتخاباتی سکوت اختیار کرده و اصلا معلوم نیست کجا هستن اینها. کمیسیون مستقل انتخابات هم همین قسم، حکومت هم هیچ حرفی برای گفتن ندارن و معترضین هم دروازه‌های کمیسیون را بسته کردن. من نمی‌فهمم که چه کسی باید بالاخره بیاید این مشکل حل کنه، این گره باز کنه تا اینکه ما بتونیم روال عادی کار کمیسیون حداقل پیش ببریم. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی مطمئنن اولین مرجعی هست که باید پاسخ دهنده باشه در مقابل معترضین، کسایی که هست شده خیلی راحت در مقابل رسانه، در مقابل مردم افغانستان بیان بگوین که شما به این دلیل و اینی اسناد و مدارکی که بر علیه شما وجود داره. من فکر می‌کنم این پنهانکاری ها بیشتر پروسه را صدمه میزنه تا اینکه بخوای به پروسه کمک کنه. تشکر. بیننده های گرامی، یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره زود برمیگردیم. بینده های عزیز، به ادامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. آقای روش، در حال حاضر ظاهرن کمیسیون شکایت های انتخاباتی سکوت کرده و به هیچ سوال اعتراض کننده ها پاسخ ارائه نمی کنه، گرچه که با در نظر داشت ماده 26 قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، فیصله ای که از طرف کمیسیون شکایت صورت گرفته یک فیصله نهایی و غیر قابل تغییر دانسته شده. اما حداقل چرا دلایل حذف که این نامزدها حذف شدن حاضر نمیشه برشان بگه؟ خب من فکر میکنم که این یک کوتاهی در کار است. حداقل از طریق رسانه ها میتونستن این را، از طریق کنفرانس مطبوعاتی میتونستن ارائه کنن، از طریق اگر در محضر از اونها لازم نبود یا کار تمام شده فکر پنداشته بودن، در محضر مطبوعات، در محضر ژورنالیست ها میتونستن از طریق رسانه های مثلا را حالی کنن و مردم را قناعت بتن و قناعت هم فراهم است. افکار یامی افغانستان حالا کی مجرم است، کی متهم است، کی واقعی است، کی غیر واقعی است، ما در او بحث نداریم. من از فرمان هستم، نه قاضی، نه از جزئیات قضیه میفهم. اما افکار عامه افغانستان فعلا طرف داری از این است که یک شفافیت در افغانستان به از یک جای کار شروع شود. یکی از کدام زورواک شروع میشه، از کدام زورمند شروع شده یا میشه، او بحث علایده است. ما به او کار نداریم. شفافیت چگونه به میان بیاد در حالی که نهادها به شمول حکومت مرکزی تمامشان در برابر قضیه خاموش هستند؟ بله. و عملا کار کمیسیون انتخابات چندین روز است که به تاخیر بحث خاموشی و بحث ندانمکاری، بحث کشالکاری در برخی موارد که همیشه مورد اعتراض ما بوده در دستگاه حکومت وجود داره، متاسفانه با دریغ و درد گیری دست به دندان باز میکنن. یک آدم مثلا سرخلاص با اونمی پدیده بشینه، به صورت شفاف روشن برخورد کنه و تصمیم بگیره و اراده قوی بر تصمیم گیری داشته باشه، متاسفانه میمونن مثلا را که خب ما حداقل به اساس گزارش ها یا شنفت ما حدود 300 هزار نفر باید روزانه دیتابیس شوه، حدود 800-900 هزار کارمند روزانه اونجا بره کار کنه. این همه چرا به تاخیر؟ خب پس فکر نمیکنید راه های حل از این وجود داره؟ زمینی تقلب و تخلف انتخاباتی رو بیشتر بلکل بزاره. همه چیز متصور است. ما وقتی که در یک آشفته بازار سیاست گپ میزنیم، ما نمیتونیم گپ روشن، خط روشن گپ پیدا کنیم، برای اینکه خب همه چیز آشفته است. یک مسئله دیگه، ارگانهای امنیتی در افغانستان وظیفه دارن که امنیت کمیسیون مستقل انتخابات در سراسر افغانستان بگیرن. ولی خود می اگر حرکت ناامنیست بره، ایجاد ناامنیست، حداقل ناامنی روانی. ما حتی دیروز شنیدیم، دیروز پر یه روز گفتن که کدام انفجار هم شده اون نزدیکا. خب
اینمی صدمه بسیار شدید روانی برای کارمند بیچاره است که چه کار میکنه در بدل یک 10000 افغانی ماش و 20000 یا 7-8000 افغانی ماش. میتو دریور است چه مردم کارگر است. چرا ارگان های امنیتی حتی می سرک از سرک عمومی جلال آباد میتونستن تا نزدیک کمیسیون انتخابات نزدیک دروازه کمیسیون اینمی مساهره مطلق خب حداقل شما به عنوان یک شهروند امی سرزمین چه فکر میکنین چرا نهادهای امنیتی در برابر اعتراض کننده ها خاموش هستند والا ما فکر میکنم تحت تاثیر یک نوع جو به ما جو که به گویا دموکراسی گرچه دموکراسی هم نیست انارشی است این تعریف از دموکراسی نمیتونه داشته باشه کدام دموکراسی دموکراسی به این شکل نمیشه افراد زورمند افراد که ما معتقد به نظام دموکراسی باشیم بستن دروازه های کمیسیون انتخابات فکر نمیکنیم که یک اهانت است برای مردم این حرکت دموکراتیک نیست حرکت غیر دموکراتیک است یه حرکت زورگویانه است یه حرکت چرا یک معلم مثلا فرض کنین یک مامور یک معلم یک روزن فکر یک خانمی که مثلا معلم بود یا مدیر بود یک جای اگر در این جمله می بود او نه تفنگ داشت نظر داشت نه زور داشت نه ای کار میکرد تشکر ولی کسایی ای کار میکنن که اونا صاحبان همه چیز هستن تشکر بانو سادات با آمار را که دیروز کمیسیون مستقل انتخابات با ما شریک کردن حداقل قرار بود که روزانه در حدود 300000 رای اینا وارد دیتابیس بسازند با هر روز تاخیر که صورت میگیره 300000 کارش به تاخیر انجام شده میره این چقدر واقعا کار کمیسیون مستقل انتخابات دشوار میسازه که باز در نهایت امر بین و امو بحث شفافیت نسبی هم که وجود داره و از بین بره یکی از کارهایی که کمیسیون یا اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی که خیلی به اون میبالن و میبالیدن این بود که تهیه لیست رای دهندگان برای اولین بار در افغانستان و بارها از طریق رسانه ها گفتن که برای اولین بار ما افغانستان شاهد یا انتخابات افغانستان شاهد لیست رای دهندگان میکنیم که تقریبا میتونیم بگیم 50% شفافیت انتخابات میتونیم تضمین کنیم اما این بحثی است که امروز ما نیازمند از این هستیم که دیتایی که در سطح ولایات یا کسایی که راجستر شدن ثبت نام شده اونا وارد دیتابیس شوند و ما از این کار بسیار عقب ماندیم به خاطر که کمیسیون انتخابات در وقت و زمانش تعدادی را که باید استخدام میکردن و اونا کار میکردن نکردن من فکر میکنم که در ماه مبارک رمضان بود که این کار شروع شد اما تا ماها بعد هم ما شاهد از این نبودیم که این دیتا انتری افراد و کارمندایش پوره شده باشه ولی امروز که 800 نفر عملا کار میکنن در بخش دیتا انتری دروازه های کمیسیون بسته است اونا رفته نمیتونن نه تنها در یک شیفت بلکه در دو شیفت و حتی در سه شیفت این کارمندا کار میکنن اما میبینین که فعلا دروازه ها بسته است اونا نمیتونن و یکی از کارهایی که کمیسیون برای مردم افغانستان وعده داده بود تهیه لیست رای دهندگان بود که اولین خطر مواجه میشه که امکان داره که کمیسیون انتخابات خیلی به راحتی بگه که چون دروازه ها بسته بود ما نتونستیم این کار را بکنیم و ما معذرت میخواییم بخاطر اینکه اینی مشکلات برای ما پیش آمد و ما نتونستیم که لیست رای دهندگان را تهیه کنیم یعنی عملا نگرانی را که اعتراضات بر نهاد مثل نهاد شما و نهادهای دیگه که از این روند نظارت میکنن چی از مشخصه؟ ما خیلی تاکید به این داریم که زمانی که برای انتخابات در نظر گرفته شده 28 میزان انتخابات در او زمان برگزار شود و قبل از او ما تمام فعالیت های انتخاباتی که بر از او برنامه ریخته کمیسیون بتانه به اونا رسیدگی کنه که یکی از کارهای بسیار مهمش تهیه لیست رای دهندگان هست که ما بسیار نگران از این هستیم که اول لیست رای دهندگان تهیه نشه و دوم مستقیما تاثیر بر روز انتخابات بگذاره چون در افغانستان در وضعیت جغرافیایی افغانستان بسیار مشکل است که بعد از ماه میزان شما در ماه عقرب یا قوس بتون انتخابات برگزار کنین ما نگرانیمان این هست که اگر از ماه میزان بگذره آیا ما قادر خواد بودیم که در ماه عقرب این انتخابات برگزار کنیم و یا این انتخابات باز هم مثل سالهای دیگه میمانه برای سال بعد خب حداقل با همین چند روز تاخیری که در کار بخش دیتابیس صورت گرفته چی بررسی میکنین یعنی میتونه که در 28 میزان اگر قرار باشه که امی جمعه ختم شه و از روز شنبه کار خود دوباره آغاز بکنن یعنی میتونن در 28 میزان برگزار بکنن اگر به درازا نکشن مطمئنا میتونن به خاطر که ما روزهای رخصتی هم داریم ما اگر روزهای رخصتی را هم
اینا کار کنن میتونیم که جبران بکنیم و به مو تارگت برسیم. ولی اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و این سکوت همچنان ادامه داشته باشه، ما نگران بدتر شدن وضعیت هستیم. تشکر. آقای روش، این اقدامات چقدر میتونه زمینه بهره گیری سیاسی را هم فراهم بکنه در روند انتخابات؟ والا خب مدت قسمی که پیشتر گفتم که وقتی که وضع آشفته بود در یک حالت بحرانی، همگان میتونن که بخصوص کسایی که مغرضتر هستن یا میخواین روند به نفع خود بگردانن، فقط اینجا افراد بیچاره آسیب میبینن. اینجا کسایی که توانایی بسیار نفوذ در اهرمای قدرت ندارن یا در زر و زور ندارن، آسیب پذیرترین قشر اونا هستن. اما از این تعداد افراد که حذف شدن، آقای راوش، در گذشته دیده شده که یکی از تکت های انتخاباتی رهبری کنونی بوده، یعنی فکر نمیکنین که باز در انتخابات پیش رو هم به اینا نیاز داشته باشه و به یک نحوه مورد استفاده قرار بده؟ والا حکومت به این گونه ترفندای ادامه بده، فکر میکنم افغانستان برای ابد گودال بدبختی و فساد و انحرافات اجتماعی غریق خواهد بود. خب حداقل هیچ وقت دیگه ما امید، ما کل آرزوی ما این است که ما یک پارلمان بهتر داشته باشیم. انتخابات یک روز به تعویق نفته، به خاطر اینکه 28 میزان آخرین روز ما میزان است، 29 دیگه خلاص ما عقرب میشه، یک روز به تاخیر نفته و تمام امکانات ما به خرج بدیم که باید از مقامات امنیتی، یعنی به یک شهروند، به یک استاد، به رای حلش ایست که اینا را از کنار کمیسیون برانن و تأمینیت کمیسیون ها را بگیرن در سراسر افغانستان. خب یک تعداد همی کسایی که در برابر کمیسیون اعتراض کردن، اینا متهم هستند به داشتن گروه های مسلح غیر مسئول. هنوز از بد بتر، وقتی که داعش هم میدنه، وقتی که طالب هم میدنه، این گروه غیر مسئول داخل شهر کابل چی میکنه؟ یعنی فکر خب باید حکومت باید علی از قوی قهریه باید استفاده کنه. قطعا در صورتی که قوی قهریه استفاده شود، در صورتی که قوی قهریه تثبیت باشه، دولت خب مجاز است برش که این کار کنه. نزدی که چی میکنه دیپوی سلاد داخل شهر کابل؟ چرا یک آدم 100 میل سلاد، چرا من 100 میل سلاد، 1 میل سلاد نداره؟ چرا؟ این خودش تخطی است از حقوق شهروندی. ما باید یک شهروند مسئول پاسخگو در برابر ملت خود، در برابر خدای خود، ملت خود، مردم خود میگم که کسی که در این شهر سلاح غیر قانونی و غیر مسئولانه داره، اختطاف او میکنه، ترور او میکنه، زورگویی او میکنه، غصب زمین مردم او میکنه، حداقل باید یک انسان آزاده بده این شهر احساس غرور نمیکنم. وقتی یک آدم میبینیم چند رنجر مسلح پشت سرش روان است یا چند موتر مسلح و زری پشتش روان است، ما خود تخریب شده احساس میکنم و او سر ما میتونه هر نوع تعدی، ظلم، استبداد، خشونت، همین که موتر خود به سرعت میرانه و خاکبات میکنه و آباد میکنه و تشکر. سر مردم تشکر. بانو سالت، فکر میکنین در حال حاضر راه حلی که بتانه این اعتراضات خاموش بکنه و کار کمیسیونم دوباره آغاز شود چی است؟ من فکر میکنم که بهترین راه حل همی هست که چون حکومت هیچ صدایی ازش بیرون نشده، خوب است که نهادهای بین المللی هم مداخله کنن. یوناما کسایی که فعلا هستن و نظارگر هستن و تمویل کننده انتخابات هستن، با میانجیگری از اونا حکومت افغانستان، کمیسیونای انتخاباتی همراه معترضین بشینن و اونا را قناعت بتن و بگوین که به چه دلیل اینا حذف شدن و اسناد و مدارک ارائه کنن. تشکر. تا ای که اونا اجازه بتن که پروسه بر روال عادی برگرده. تشکر. سپاسگزار هستم از حضورتون مهمانان گرامی و بیننده های گرامی. از شما هم تشکر که تا این دم بیننده پارلمان 97 بودین. تا برنامه بعد، الان نگهدار.